آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 23 دی شمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان به ترتیب در مرز 91.5 میلیون و 2 میلیون نفر قرار گرفت و تعداد بهبود یافتگان به 65 میلیون و 500 هزار نفر نزدیک شد. هند با ثبت بیش از 12 هزار مبتلای جدید در روز دوشنبه کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در 7 ماه اخیر را ثبت کرد. اما در اسپانیا آمار مبتلایان جدید افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. چین نیز این روزها بیشترین افزایش مبتلایان روزانه خود در بیش از 5 ماه گذشته را شاهد است. مقامات لبنان اعلام کردند در پی افزایش قابل توجه مبتلایان محدودیت‌های این کشور سخت‌گیرانه خواهند شد. مقامات مکزیک هم گفتند گونه جدید ویروس کرونا که برای نخستین بار در انگلستان شناسایی شد در این کشور نیز یافت شده است. جستجو برای یافتن اجساد قربانیان و جعبه سیاه هواپیمای اندونزی. جستجو برای یافتن اجساد قربانیان سقوط هواپیمای بوئینگ لاین ایر اندونزی همچنان ادامه دارد. این هواپیما بامداد دوشنبه با 62 سرنشین در دریا سقوط کرد که به نظر می‌رسد تمام سرنشینان آن جان باختند. تاکنون تنها جسد چند تن از مسافران از آب گرفته شده و مکان دقیق جعبه‌های سیاه هواپیما شناسایی شده است. تازه‌ترین تحولات سیاسی آمریکا بعد از شورش چهارشنبه. در تازه‌ترین تحولات آمریکا پس از حمله به ساختمان کنگره، پلیس فدرال این کشور هشدار داده که احتمال می‌رود هفته آینده و همزمان با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری، برنامه‌هایی برای اعتراض مسلحانه در 50 ایالت این کشور وجود داشته باشد. حمله چهارشنبه گذشته حامیان دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در پی چند هفته فراخوان گروه‌های تندرو به اعتراض و خشونت و نیز توییت‌های تحریک‌آمیز رئیس جمهور آمریکا روی داد. طرح استیضاح دونالد ترامپ را به اتهام تحریک به شورش به طور رسمی به مجلس ارائه کردند. همچنین در ادامه کنارگیری مقامات دولت ترامپ پس از شورش‌های ساختمان کنگره، چاد وولف جدیدترین فرد کابینه ترامپ است که از سمتش کنارگیری می‌کند. الین چاو وزیر حمل و نقل آمریکا و بتی دووس وزیر آموزش نیز قصد دارند از سمت‌هایشان کنارگیری کنند. نگرانی اروپا از غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن اعلام نگرانی از آغاز غنی‌سازی 20% ایران بر حمایت اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا به آن تاکید کرد. اتحادیه اروپا از ایران خواست روند غنی‌سازی 20% اورانیوم را کنار بگذارد و به تعهداتش در توافق هسته‌ای بازگردد. همچنین رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم احیای هرچه زودتر توافق هسته‌ای تاکید کرد. شرط معترضان عراقی برای پایان دادن به تظاهرات. معترضان شهر زیقار در جنوب عراق اعلام کردند در صورتی که موج بازداشت‌ها و هدف قرار گرفتن فعالان توسط مسئولان ادامه پیدا کند، آنها اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد. این هشدار پس از آن مطرح شد که 10 نفر از معترضان شهر زیقار در حین اعتراضات زخمی شدند. در خبری دیگر از تحولات عراق، کمیسیون امنیت و پارلمان این کشور اعلام کرد زمان اخراج تمام نیروهای نظامی خارجی از جمله نظامیان آمریکایی از عراق فرا رسیده است. افزایش شهرک‌سازی اسرائیل در روزهای پایانی ترامپ. همزمان با روزهای پایانی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور ساخت 800 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را صادر کرد. مسئولان فلسطین ضمن محکومیت این ساخت و سازها آن را غیر قانونی اعلام کردند. برخی تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری می‌تواند خشم دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن را به همراه داشته باشد. جو بایدن مخالف گسترش شهرک‌های رژیم صهیونیستی بوده و در گذشته بر سر این موضوع با اسرائیل درگیر شده است.